مقداری پتاسیم پرمنگنات یا کارمنوچار رو وارد یک ظرف سروصله می‌کنیم و حرارت می‌دهیم تا مطابق واکنش زیر به طور کامل تجزیه بشه. اگر اختلاف جرم MnO2 و K2MnO4 تولیدی از این واکنش برابر 2.75 گرم باشه، حجم O2 تولید شده چند لیتر بوده است؟ واکنش در شرایط استاندارد انجام میشه. خب بچه‌ها ببینید، ما الان اختلاف جرم MnO2 و K2MnO4 رو داریم. یعنی چی کار باید بکنیم؟ یعنی باید بگیم فرض کنیم A مول K2MnO4 داریم یا X، حالا مهم نیست، X مول K2MnO4 داریم، واکنش اونم موازنه شده است. هر دو مول از این ماده یک مول MnO2 میده و هر یک مول MnO2 جرمش چقدر میشه؟ میشه 32 به اضافه 55، یعنی 87. درسته؟ یعنی میشه 87 X دوم. درست؟ این از اینجا. حالا بیم K2MnO4 هم جرم، یعنی مقدار گرمش رو به دست بیاریم بر حسب همون X که داریم. بگیم آقا X مول از این داریم، هر دو مولش یه مول K2MnO4 میده و هر یک مول K2MnO4 جرم مولیش چقدره؟ خب حساب کنیم، Mn 55، O4 میشه 4 تا 16 تا، یعنی 64 تا، K2 هم 2 تا 39 تاست، یعنی 78 تا. این مقدارها رو با هم جمع بکنیم بچه ها، ببینیم مقدارش چقدر میشه. خب اگر دقت بکنید، مقداری که از اینجا به دست میاد میشود 12 و 5، میشه 7، 6 و 6 هم 12، 12 هم با 7 میشه 19، یعنی 197. هر یه مولش هم 197 گرم. حالا میشه 197 X دوم. حالا میگه آقا ما اگر این دوتا مقدار رو از هم کم بکنیم، یعنی 197 X دوم منهای 87 X دوم بکنیم، مقدارش میشه 2.75. پس از اینجا مقدار X من به دست میاد، اگر درست خاطرم باشه میشه 5.5. حالا این مقدار X که من دارم، میگم آقا فرض کنیم مقدار X 5.5 مول بوده، هر دو مول از این ماده یک مول O2 میده و هر یک مول O2 22.4 لیتر حجمشه، که اگر جواب این رو حساب بکنیم بچه ها میشه 56 لیتر، یعنی گزینه 2.